قرآن کریم نگاهش به انسان اینه که میفرماید غیر خدا رو عبادت نکن. غیر خدا رو عبادت نکن. آقا حالا کی خواست عبادت بکنه؟ میفرماید همه. من اصلا انسان رو عبد آفریدم. یه جوری خدا زندگی رو طراحی کرده یا زندگیمون به نفع خودمون میشه در بندگی خدا یا به ضررمون میشه در بندگی طاغوت. میگه من نمیخوام حرف خدا رو گوش بدم. خب حرف کدوم رب رو گوش میدی؟ زندگی انسان اینجوریه. بحث اینه که میخوایم بنده کی باشیم. بحث این نیست که اصلا میخوایم بنده باشیم. بحث این نیست که اصلا میخوایم بنده باشیم یا نه. در سوره حمد ما اینجوری میگیم ایاک نعبدو، من فقط تو رو میپرستم، کس دیگر رو نمیپرستم. شما وقتی میخوای بیای بگی خدایا من تو رو عبادت میکنم، کافی نیست بگی من تو رو عبادت میکنم، باید بگی خدایا من فقط تو رو عبادت میکنم، کس دیگر رو عبادت نمیکنم. مگه بنا بود کس دیگر رو عبادت بکنیم؟ خب بله دیگه، بس همینه. خدا رو بنده نباشی بنده کی هستی؟ خدا رو بنده نباشی بنده کی هستی؟ مثلا این آیه قرآن رو ببینید، میفرماد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا احبار و رهبان رو رب گرفتن. رب گرفتن نه اینکه فکر کنید اینا پرستیدن بهشون سجده کردن، نه، حرفشون رو گوش کردن. خدا میفرماد پس این خدای توه. چرا حرفش رو گوش کردی؟ اطاعتش کردی، خدای تو شده، تو عبدش شدی. و جالب آثار عبد هم درش ظاهر میشه ها. مثلا شما قرآن میخونید دیگه دربست میپذیرید دیگه، اونم بی بی سی گوش میده دربست میپذیر، اونم صدای آمریکا میشنوه دربست گوش میده، میپذیره، اعتماد میکنه. بهش میگی نه، میگه دلیل بیار. خب پس چرا از اون دلیل نخواستی؟ دیدید کسی که عبد خداست به خدا اعتراض نمیکنه؟ کسی که عبد خدا نیست چقدر راحت به خدا اعتراض میکنه؟ اعتراضایی که به خدا میکنن چیه؟ خیلی بعضا اعتراضای به ظاهر معقولی هم هست. میگه چرا اینو فلج به دنیا آوردی؟ هرچی بگی بابا حالا اینو فلج به دنیا آورده، همینقدر ازش انتظار داره، قبول نمیکنه. هرچی بهش بگی بابا اینو فلج به دنیا آورده، حتما یه نعمت جایگزین داده، اصلا دعوا میکنه، اعتراض میکنه. خدای کو عدالتت؟ یا مشکلات خودشو گاهی از اوقات گردن خدا میندازه. بابا این مشکلاتو که دیگه خودت ایجاد کردی، خواهش میکنم. اونا رو هم گردن خدا میندازه، به خدا اعتراض میکنه. اونی که عبد طاغوت میشه نسبت به طاغوت اعتراض نمیکنه، طاغوت داغونش میکنه، لهش میکنه، اعتراض نمیکنه. الان بعضی از این غرب زده ها رو که آمریکا رو کد خدای جهان مثلا میدونن، میگن باید با کد خدا ببندیم، میبری اینا رو بهشون میگی که آقا همین انگلیسی های خبیث باعث شدن 9 میلیون نفر تو ایران عمدی با قحطی از بین رفتن. نمیبینه اشوفه گون ناراحت میشه؟ بگو مثلا چقدر آمریکا همین الان داره در حق تو جنایت میکنه. مگه دست از غرب زدگی برمیداره؟ دست از شیفتگی برمیداره؟ مگه اعتراض میکنه؟ عبد خدا به خدا اعتراض نمیکنه، عبد طاغوت هم به طاغوت اعتراض نمیکنه. عبد خدا اگه به خدا اعتراض نمیکنه منطق داره، عبد طاغوت به طاغوت اگه اعتراض نمیکنه منطق نداره. فرقش اینه، عبد خدا چشم و گوشش باز میشه، عبد طاغوت چشم و گوشش بسته میشه. و ما اسم اینا رو میگذاریم غرب زده. اینا عبد طاغوتن. در قرآن میفرماید عبد طاغوت. این ادبیات باید بریزه تو جامعه، اصلا همه با این ادبیات زندگی کنن. میگه من نمیخوام حرف خدا رو گوش بدم. خب حرف کدوم رب رو گوش میدی؟ زندگی انسان اینجوریه. شما وقتی میخوای بیای بگی خدایا من تو رو عبادت میکنم، کافی نیست بگی من تو رو عبادت میکنم،
باید بگی خدایا من فقط تو رو عبادت میکنم، کس دیگر رو عبادت نمیکنم. من فقط تو رو عبادت میکنم، کس دیگر رو عبادت نمیکنم.